این سمینار درباره مقام علمی و معنوی مفسر و محدث بزرگ ملا علی قاری هروی توسط اکادمی علوم برگزار شده است. رئیس الوزراء در پیام میگوید که این عالم برجسته باید برای نسل نو اشخاص فرهنگی و علمی به معرفی گرفته شود تا مطابق به رفتار و کردار وی زندگی نمایند. پخوانی علما کرام و مشایخ او در ټولنې د علمي او معنوي رهنمایانو د یاد او تاریخ را ژوندي کول او نوي نسل ته یې معرفي هغه مهم ضرورت دی چې باید د هیواد ټول علمي او فرهنګي بنسټونه ورته توجه وکړي. سرپرست وزارت ارشاد و حج و اوقاف هم در این نشست به جایگاه بلند علم تاکید نموده و میافزاید که علم به واسطه علما به مردم میرسد. د فیوزاتو څخه مستفید وګرځي. الله دې زموږ استادو په راتلون کې نسلونو کې دا همت پیدا کی چې موږ د دغه سي مشرانو د داسې لویانو په نقش قدم باندې رفتار وکړو. برخی از اشتراک کنندگان دیگر هم مقاله خویش را پیرامون جایگاه اجتماعی ملا علی قاری، تعلیفات و زندگی نامه این عالم دینی ارائه کردند. د علوم اکادمی رهبری ته د اطلاعات و فرهنگ وزارت او حج و اوقاف وزارتونو ته وړاندیز دی چې د ملا علی قاری رحمت الله علیه په لاس لیکل شوی مصحف چې د تهذیب او ترتیب چاری پیل او روانی دی د هیواد به وزارت محترم معارف پیشنهاد میگیرد تا کارنامه های علمی و درخشان ملا علی قاری را در نصاب تعلیم معارف بگنجانند تا جوانان و نوجوانان به این نکته متوجه شوند که علما در راه پخش و نقش علم و دانش چی خدمات بزرگ و ارزنده ای را انجام دادند. ملا علی قاری پسر سلطان محمد در آخر قرن هشتم در هرات متولد شد و پس از حاکمیت اسماعیل صفوی به مکه مکرمه هجرت نمود. وی در آنجا علوم مرتبط به فقه حدیث را فرا گرفته و بیشتر آثارش را هم آنجا نوشت که در میان آثار وی کتاب به عنوان شمع العوارض فی زمن روافظ است.